بامیان ولایتی که در بین سلسله کوههای بابا و هندوکش قرار گرفته است، مردمانش دلسوز و مهربان است و با حکومت و نیروهای امنیتی همکارند و تلاش میکنند که باشنده های این ولایت در فضای آرام و صمیمیت زندگی کنند. ما به سوی یک مکانی میرویم که دختران بامیانی مصروف خونسا و پاکسازی ساعت از وجود ماین های انفجار ناشده می باشد. در بین آنان دختران پیدا می شوند که یکی از اعضای خانوادهشان را در پی جنگ و یا انفجار از دست دادند. هر کدامشان قصه های ناگفته زیادی دارند. در منطقه سرخدر مرکز بامیان شماری از دختران در کنار مردان مصرف خونسا و پاکسازی ساعات ماین و مهمات انفجار ناشده می باشند و آنان آرزو دارند که نقاط مختلف افغانستان را از وجود ماین پاکسازی نمایند و تا جان انسانهای بیگناه را نجات دهند. نجلا دختر 21 ساله می باشد که از 7 ماه به این طرف مصرف ماین پاکی در مناطق اژدر و سرخدر مرکز بامیان است. او می گوید که هدفش خدمت به مردم می باشد و از این طریق می خواهد که ماین های جابجا شده را که از دوران جنگ باقی مانده خونسا و پاکسازی نماید تا جان اطفال و باشنده های محل در خطر نباشد. و این ساحاتی که شما میبینید در حال کار جریان است و ما اینجا در این ساحات مهمات ناتو فرض شده که ما را به همکارای خود ما را فعالیت خود را جریان دادیم. بله خیلی عالی. چی باعث شد؟ چرا آمد؟ چرا ما این پاکی میکنه؟ هدف چی است؟ هدف همیه که ما خدمت در جامعه میکنم و مردم خود که طرفشان میبینم که واقعا ضرورت داره که همین منطقهشان یا همین ولایتشان پاکسازی شوه. او از گروه طالبان و دیگر طرفهای درگیر میخواد که به جنگ، خشونت و ناامنی نبگویند و به بازسازی انکشاف، اتحاد و همبستگی در کشور بیندیشند و تلاش نمایند. نه خیر، جنگ خوب نیست. باید دست به دست هم بتایم مردم و همین جنگ را توقف بتن و خدمت در مردم کنن. چرا همین جنگ علیه ما نیست؟ پیامتش بود که پدرم زخمی شده، در صورت امازو که طرف از اونا دیدم آمدم خواستم کمی کمک که اونا نتونست ما بتونم برای مردم خود کنم. ساحل سرخدر به فاصله 20 کیلومتری غرب مرکز بامیان موقعیت دارد که نیروهای خارجی در این مناطق تمرین و نیروهای افغان را مورد آموزش قرار می دادند که تاکنون بعضی از وسایل و سرگلوله های مرمی و ماین ها باقی مانده است که نیاز به پاکسازی دارد. لایقه معرفت دختر 25 ساله می باشد که به مدت 3 سال در ولسوالی شیبر و مرکز ولایت بامیان مصروف ماین پاکی است و تلاش میکنند که جان باشنده های محل را نجات دهد و دیگر شاهد انفجار ماین و سلاح های سقیله نباشد. خب ما که اینجا کار میکنیم، یعنی که اولی که مثلا خود ما از لحاظ ای که ما میم هر مهمات یا ماین را که خونسا میکنیم فکر میکنیم که جان یک هموطن خود نجات دادیم. هر ماینی که انفجار کنه یعنی حتما یک کسی را سر یک حیوان سر یک انسان حتما او سرج برابر میشه که اونا انفجار کنه، ولی اگر اونور ما خونسا میکنیم به این معنا که ما یکی را نجات دادیم. خب اولی که ما مردم افغانستان از لحاظ اقتصادی خیلی غریب هستیم و اولی که سپورت فامیلی است که از لحاظ اقتصادی بتونم فامیل خود را سپورت کنم و دویمش این است اگر انگیزه برای دیگر دختر خانم‌ها باشه که ما دختر خانم‌ها میتونیم که مثل مرداوری دوش دوش با مردا در این ساحه خطر کار کنیم.
افغانستان یک از کشورهای جنگ زده می باشد که بیش از 14 شاهد جنگ و ناامنی از سوی مجاهدین و همچنان کشورهای خارجی بوده است که اکثری از خاک افغانستان آلوده از ماین و مهمات انفجار ناشده می باشد. اما دختران بامیانی در کنار مردان مصرف جمع‌آوری، خونسازی و پاکسازی ماین در ساعت می باشند که مردم بیشتر مصرف کار و رفت آمد در این ساعت می باشند. تنها نجلا و لایقه مصرف ماین پاکی نیست، بلکه 25 دختر دیگر دوش و دوش آنان مصرف خونسازی ماین می باشد، کار میکنن، زحمت میکشن تا از این طریق مصارف خانوادهشان را تامین کنن و همچنان خدمت به جامعه نماین. شکلا سمر که 22 سال عمر دارد و در حال انجام ماین پاکی در منطقه سرخدر مرکز بامیان می باشد، می گوید که موادهای زیاد انفجار نوشده از دوران جنگ باقی مانده است و پیامدهای منفی و بد را در پی داشته است که در حدود 3 سال پیش یکی از نزدیکانش در نتیجه انفجار ماین دستش قطع شده است. دلیل چی است که در سالهای جنگ متمادی را افغانستان سپری کردند و بسیار ساحات است ملوث با مهمات منفجر ناشده با ماین‌ها است که بسیار تاثیرات منفی را در جامعه ما به بار آورده، اما مردم زیادی است که از این چیزا آسیب پذیر شدند. اما یکی از اقارب ما بودند که در کنار دریا به آبازی رفته بودند، یک مهمات از اونجا برداشتن و دستشان قطع شدند، سر از او بسیار تاثیر بد دارند مهمات. تیم ماین پاکی دختران بامیانی برای جایزه شخصیت های سال کنترل اسلحه 2019 میلادی از سوی انجمن کنترل اسلحه یا Arms Control Association که یک مؤسسه مستقر در ایالات متحده آمریکا است نامزد شده بود و مقام دوم را کسب کرد. سید فواد محمدی مسئول دفتر مؤسسه خیریه ماین پاکی عمر در بامیان میگوید که آنان با 26 تیم که دو تیمی آنان مخصوص دختران میباشد کارشان را از تاریخ اول جون 2020 میلادی در این ولایت آغاز نموده و قرار است که 5 سایه ولسوالی کهمرد، یک اولنگ نمبر 1 و مرکز بامیان را از وجود ماین پاکسازی نمایند. ما تا فعلا توانستیم که از 56 میلیون متر مربع که شامل پلان پاکسازی ما در این پروژه است 25 میلیون متر مربع ساحه را پاکسازی بکنیم از وجود خطرات ماین ها و مهمات انفجاری منفجر ناشده، که ما در این 25 میلیون متر مربع ساحه پاکسازی شده خوشبختانه توانستیم که اضافه تر از 700 مهمات انفجاری منفجر ناشده مختلف النوع که شامل مهمات روسی و مهمات زیادترش از مربوط قوای ناتو میشه ما به دست آوردیم و به شکل مسئولش توسط تیمای ما فی المحل یا قابل انتقال بوده در نقاط که ما سی دی اس یا انفجارات دستجه میداریم در اوج انتقال دادیم و تخریب شده، و همچنان از ساحات ماینی که ما داخل از ایرنج در جریان کار با اساس امو تجاربی که پرسنل ما داشته ساحه ماین تثبیت شد که از این ساحه ماین ما تقریبا چند روز میشه چند روز محدودی که در اون نقطه کار خود آغاز کردیم، ما از اوجه توانستیم تا فعلا 3 ضرب ماین زد وسایت و 2 ضرب ماین زد پرسنل
کشف و به شکل مصنوعش فی المحل تخریب کردیم. در تیم های ماین پاکی بیش از 400 نفر مصروف کارند. 27 نفر آنان را دختران تشکیل میدهد و آنان در بخش های ماین پاکی، کمک های اولیه، آگاهی دی و اداره مصروف کارند. در طی 14 جنگ در کشور، اکثر از نقاط افغانستان میدان های نبرد، جنگ و نامنی بوده است که در این ساعت از سوی گروه های مختلف ماین کشت و جابجا شده است و همچنان مهمات های خطرناک باقی مانده است. راولا که مصروف چوپانی است میگوید قبل از اینکه این ساعات از وجود ماین های انفجار ناشده پاکسازی گردد، ما ایوانات و مواشی خود را در این ساعات آورده نمی توانستیم، اما اکنون این ساعات پاک شده است. من هستم روح‌الله از منطقه شهیدان. خیلی مدت شده دی ساحه مالای ما در ماشچر آمده نمیتست. بعد از این کمی مؤسسه آمده ماینا رو پاک کرده، از او بعد مالای ما میایم به این مؤسسه، بعد از او میایم اینجا مالای ما ماشچر آزاد شده، منطقه پاک گلان شد، بعد از ما مال آوردیم. در پی جا به جایی و ماین های انفجار ناشده تا کنون هزاران اطفال و باشنده های افغانستان در نتیجه انفجار ماین و مهمات کشته و زخمی شدند. پدر نجلا که در زمان گروه طالبان از نایه پا زخمی شده است کار نمی تواند و تا بالای رو و روان وی تاثیر منفی گذاشته و رازگاه در خانه جنگ و جنجال را راه می اندازد و سبب جگرخونی شماری از اعضای خانواده می گردد. پای از ما دیگه مرمی خورده بود. در کجا؟ در شیخ علی مرمی خورده بودم. در همی صحابی که در موتر بودیم. در منجی نظامی زدن شد و ما دیگه در منجی مانده. یعنی بالاخره سرعت ما در اینجا است که بلند در بامیان هستیم ما. بله. در بامیان هستیم در خانه سرپناهی که داریم اینجا دیگه. دیگه چاره چی؟ من در همی سوجیم خورده دیگه. خو باز بعد از با مشکل روبرو نشده یا هنوز درد میکنه؟ والا مشکل خو میره که درد کنه چاره چی هست؟ فامیلی مجبور روزگار دنیا هر چیزی که میه شکر بکشید. گفتنی است که در حدود 6 ماه قبل در پی انفجار سرگله آوان که از دوران جنگ در دره فولادی مرکز بامیان باقی مانده بود، یک نفر کشته و بیش از 15 نفر دیگر زخمی شدند. اینجا سایه سرخدر مرکز بامیان است که در حدود 3 تا از دختر خانم‌ها در کنار مردا مصروف فعالیت ماین پاکی است و هدف زنایی است که مواد انفجاری هایی که پیدا میشه و همچنان ماین هایی که پیدا میشه اینا را جمع آوری بکنه و اینا را ساحه را پاکسازی بسازه تا اینکه در آینده جان یک هموطن ما در خطر نباشه. اسحاق اکرمی، تلویزیون بامیان، ساحه سرخدر.